الان به دستگاه اکسیژن وصل نیست. یعنی اصلا امروز صبح اصلا بهش نیاز نداشت. قدرتمندترین رهبر جهان روی تخت بیمارستان، 30 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. جزئیات مختلف درباره وضعیت سلامتی رئیس جمهور آمریکا رسانه‌ها را سردرگم کرده. گروهی از هواداران او اینجا جلوی بیمارستان جمع شدند. در 60 دقیقه امشب می‌پرسیم در صورت ادامه بیماری دونالد ترامپ، وضعیت ادامه اداره کشور و همینطور انتخابات چه می‌شود و ابتلای او به کرونا بر وجهش چه اثری می‌گذارد. همچنین در برنامه امشب تلاش دولت ایران برای مهار کرونا در پایتخت با توسل به تعطیلی، جریمه و محدودیت‌های تازه. آیا حکومت با پنهانکاری اولیه و آسان گرفتن تجمعات مذهبی در ایجاد این وضع مقصر نیست؟ اعتراض‌ها به درخواست دو نماینده رهبر ایران از نیروی انتظامی، ائمه جمعه اصفهان و بجنورد، خواهان ناامن‌سازی جامعه برای زنانی شدند که بد حجاب توصیف می‌کنند. و پیروزی پرسپولیس در ضربات پنالتی مقابل النصر عربستان، قرمزپوشان ایران به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسیدند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. ویروسی که بیشتر از 1 میلیون نفر را در سراسر جهان به کام مرگ کشیده، سرانجام گریبان رئیس جمهوری آمریکا را گرفت. دونالد ترامپ که خیلی وقتها وانمود میکرد باید کرونا را به هیچ گرفت، حالا مبارزات انتخاباتی خود را متوقف کرده و روی تخت بیمارستان دراز کشیده. البته پزشکان میگن که حال او مساعد است و روند درمانش به خوبی پیش میرود. ولی تا همینجا کرونای عالمگیر چقدر بر وجهه مرد شماره 1 آمریکا و جهان اثر گذاشته؟ آن هم دقیقاً 1 ماه مانده به روزی که تکلیف ماندن یا نماندن او در کاخ سفید روشن می شود. در آمریکا در فصل انتخابات ریاست جمهوری بسیاری انتظار حادثه غیر منتظره در ماه اکتبر را می کشند، موسوم به سورپریز اکتبر. این همان سورپریزی است که ممکن است نتیجه را به گونه غیر منتظره رقم بزند. بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از بهمن کلباسی. سفر دونالد ترامپ برای بستری شدن چند روزه در بیمارستان، کمتر از 24 ساعت پس از آن که خبر داد نتیجه آزمایش کرونا که از او و همسرش گرفته شده مثبت است. پرواز انتقال یک رئیس جمهوری به یکی از بهترین مراکز درمان کشور که فقط چند بار در تاریخ آمریکا رخ داده. مقام‌های کاخ سفید اصرار دارند که صرفاً از روی احتیاط انجام شده. تیم پزشکی او به مدیریت دکتر شان کانلی گفتند درمان رئیس جمهوری از جمله با داروی رمدزویر که برای کوتاه کردن دوره بیماری تجویز می‌شود، شروع و تب او قطع شده است. اما در مورد اینکه آیا در هیچ مقطعی به دستگاه اکسیژن وصل بوده یا نه، پاسخ‌های مبهم دادند. یعنی به دستگاه اکسیژن وصل نشده؟ الان به دستگاه اکسیژن وصل نیست. یعنی اصلا امروز صبح اصلا بهش نیاز نداشت. خود آقای ترامپ در ویدیویی که پیش از رفتن به بیمارستان ضبط شده گفت حالش خوب است و از همدردی ها سپاسگزاری کرد. خیلی سپاسگزارم. 74 ساله بودن و اضافه وزن داشتن آقای ترامپ سبب شده نگرانی‌ها و پرسش‌ها در مورد پیامدهای وخیم‌تر شدن احتمالی حالش یا حتی درگذشتش در 1 ماه مانده تا انتخابات بالا بگیرد. کاخ سفید اما می‌گوید او از بیمارستان به وظایفش عمل خواهد کرد. علاوه بر رئیس جمهوری و همسرش، هوپ هیکس، دستیار ارشد، کلین کانوی، مشاور سابق و همچنین رئیس کمیته ملی حزب جمهوری خواه، مدیر ستاد انتخاباتی آقای ترامپ و 3 سناتور جمهوری خواه هم کرونا مثبت شده اند. تعدادشان در مراسم اعلام نام قاضی جدید برای دیوان عالی که دقیقاً 1 هفته پیش برگزار شد، در 2 ردیف اول نزدیک هم نشسته بودند. وضعیت بی‌سابقه‌ای که تقویم سیاسی 1 ماه آینده را در ابهام فرو برده. به ویژه معلوم نیست 2 مناظره بعدی
انجام می شوند یا نه. آنچه قطعی است در روند رای گیری که از چند هفته پیش آغاز شده و تا روز انتخابات 13 آبان ادامه پیدا خواهد کرد، توقف و تأخیری به وجود نخواهد آمد. در واکنش جو بایدن ضمن همدردی مجدد با آقای ترامپ و بانوی اول گفت به تبلیغات انتخاباتیش ادامه می دهد. اطمینان دارم شما هم مثل من برای سلامتی رئیس جمهوری آمریکا دعا می کنید. رسانه‌های آمریکا گزارش دادند ستاد انتخاباتی دموکرات‌ها اما تصمیم گرفتند به جای آگهی‌های سیاسی علیه ترامپ، تبلیغاتی که برنامه‌های جو بایدن را شرح می‌دهد را بیشتر پخش کنند. باراک اوباما هم در ویدیویی گفت با اینکه در یک نبرد بزرگ سیاسی هستیم، همه باید برای رئیس جمهوری آرزوی سلامتی کنند. ما همه آمریکایی و همه انسان هستیم. اولویت سلامت همه است. به ویژه رئیس جمهوری و بانوی اول که همسرم میشل و من براشون آرزوی سلامتی میکنیم. همه در انتظار شفافتر شدن وضعیت جسمی دونالد ترامپ. برای طرفداران او البته فقط یک گزینه قابل تصور است. بهبود و بازگشت سریع به رقابت‌های انتخاباتی. همانطور که لازاروس با قدرت خدا، دعا و مشیت الهی از مرگ برگشت، معتقدم که رئیس جمهور ترامپ هم با قدرت دعا و توسل به این شمایل مقدس بر می گرده. بهمن کلبوسی، بی بی سی، نیویورک. هادی نیلی خبرنگار ما از مقابل بیمارستان محل بستری شدن رئیس جمهوری آمریکا با ماست. هادی، پزشکان چی گفتن؟ تازه ترین ها چه؟ جمال، در این دو روز گذشته که معلوم شده و قطعی شده که رئیس جمهور آمریکا مبتلا به کووید 19 و ویروس کرونا است، تفاوت‌ها و تناقض‌ها میشه گفت در اطلاع رسانی درباره وضع جسمی رئیس جمهور آمریکا که از یک نظر مهمترین بیماری هست که الان در آمریکا از نظر سیاسی مد نظر هست. این تناقض‌ها و تفاوت‌ها رسانه‌ها رو سردرگم کرده و تحلیلگران رو سردرگم کرده که بالاخره وضعیت دونالد ترامپ چطوره. وقتی پزشک او امروز همونطور که در گزارش شنیدیم تفریح رفت به نوعی از این که تصریح بکنه که رئیس جمهور آمریکا در این مدتی که معلوم شده کرونا داره به اکسیژن وصل شده یا نه، وقتی تفریح رفت از توضیح دادن در این مورد در واقع اظهار نظرها و گمانه‌زنی‌ها بالا گرفت. پزشکی که صحبت کرد با خبرنگاران همچنین در سخنانش گفتش که 72 ساعته که معلوم شده رئیس جمهور آمریکا به ویروس کرونا مبتلا شده. این در حالیه که دونالد ترامپ پنجشنبه شب بعد از نیمه شب اطلاع داد، یعنی کمی بیش از 48 ساعت پیش، 50 و چند ساعت پیش. در این حال پزشک رئیس جمهور گفت که در این مدت دونالد ترامپ زیر اکسیژن قرار نگرفته، در حالی که خبرگزاری آسوشیتد پرس و برخی دیگه رسانه‌های آمریکایی دارن گزارش میدن که او روز جمعه وقتی که در کاخ سفید بوده، دونالد ترامپ وقتی در کاخ سفید بوده و قبل از اعزام شدنش به این بیمارستان نظامی در شمال واشنگتن برای مدتی به اکسیژن وصلش کرده بودند. در این حال پزشکی که حرف میزد کمی پیش یک بیانیه منتشر کرد که رسانه‌ها توجه میدن که روش هیچ امضایی نیست، هیچ نشانی از اینکه این پزشک این بیانیه رو امضا کرده باشه در دست نیست. ولی در این بیانیه که کاخ سفید به خبرنگاران داده، پزشک گفته که 72 ساعت و اشتباه گفته، 48 ساعت منظورش بوده و همینطور گفته که در واقع دو روزه که روشنه که دو روزه که رئیس جمهور به ویروس کرونا مبتلا. این خیلی مورد توجه به خاطر اینکه بی سابقه است. وقتی که پای جان رئیس جمهور آمریکا در بینه، وقتی که یک تهدید اینطور جدی در مورد سلامتی فرمانده کل قوا در آمریکا مطرحه، شفافیتی که رسانه‌ها سراغ دارند از کاخ سفید بیشتر از اینه. در این حال برخی مقام‌های عالی در کاخ سفید که ما نمی‌تونیم نامشون رو ذکر بکنیم چون به آفتر رکورد حرف زدند، گفتند که رئیس جمهور آمریکا در 24 ساعت گذشته وضعیت علائم حیاتیش بسیار نگران کننده بوده و 48 ساعت آینده خیلی تعیین کننده هست در مورد اینکه در مورد وضع سلامتی او، و گفتن هنوز رئیس جمهور از نظر سلامتی در مسیر بهبود قرار نگرفته، یعنی هنوز روشن نیست که برای درمان او درمان‌ها جواب داده یا نه. این اظهارات البته بدون ذکر نام داره منتشر میشه، ولی رسانه‌ها میدونن که یکی از عالی‌ترین مقام‌های کاخ سفید این حرف رو زده. خیلی دارن گمانه‌زنی میکنن که چرا پزشک رئیس جمهور این صحبت‌ها رو نمی‌کنه،
یک منبع بدون نام داره این رو به رسانه ها میگه، یعنی بدون ذکر نام داره این در رسانه ها منتشر میشه. بعضی میگن که شاید کاخ سفید و پزشکان رئیس جمهور نگاه متفاوتی به وضعیت او دارن. پشت سر طرفداران آقای ترامپ رو میبینیم که جمع شدن مقابل بیمارستان والتر رید که یک بیمارستان نظامی است. معلوم هست که آقای ترامپ چقدر میمونه در این بیمارستان؟ هنوز روشن نشده، هنوز روشن نکردن که چقدر میمونه. دیروز که کاخ سفید تایید کرد بعد از اینکه ابتدا به رسانه ها درز کرد خبرها که قرار رئیس جمهور به این بیمارستان والتر رید منتقل بشه، کاخ سفید تایید کرد که او قرار چند روز در این بیمارستان کار بکنه. اینجا در این بیمارستان نظامی دفاتری هست، اتاقهایی هست که ضمن اینکه تخت بیمارستان داره، تجهیزات بیمارستانی داره، ولی خیلی هم شبیه دفتر کاره و آماده هست برای اینکه رئیس جمهور آمریکا در اون کار بکنه. در دوره‌های قبلی ریاست جمهوری هم پیش آمده که رئیس جمهور به اینجا آورده بشن. کاخ سفید میگه دونالد ترامپ هنوز داره کار میکنه، یعنی میخوان تاکید بکنن که رشته امور در دست رئیس جمهوره و هنوز اون نیازی ندیده که کار رو، قدرت رو حتی به طور موقت به مایک پنس معاونش واگذار بکنه، یا دست کم هنوز چنین چیزی اعلام نشده. پزشکان او هم حرفی از این که در دو روز آینده، سه روز آینده، اساساً چه زمانی قراره که او مرخص بشه و به کاخ سفید برگرده توضیحی نمیدن. ولی خب در دوره‌های قبلی که رؤسای جمهور آمریکا حتی برای چند ساعت بیهوش شدند یا میزان هوشیاریشون کمتر از اونی بوده که بتونن وظایف ریاست جمهور رو ایفا بکنند، کار رو حداقل به طور موقت به معاونشون سپرده بودند. خبری که هنوز چنین خبری از کاخ سفید نیامده. ممنونم از هادی نیلی از مقابل بیمارستان نظامی والتر رید در شمال واشنگتن دی سی. فرهاد علوی حقوقدان هم از واشنگتن دی سی با ما هستن. آقای علوی، کار آقای ترامپ بیمارستان کشیده، معاون او است. البته قانون در مورد چنین حالتی از منظر اداره کشور و همینطور ادامه مبارزات انتخاباتی چی میگه؟ بله، ببین، همونجور که آقای نیلی فرمودن کلن یه روالی هست، در واقع تعریف شده است در قانون اساسی، در به اصطلاح امندمنت 25 قانون اساسی، که اگر رئیس جمهور به اصطلاح در شرایط نباشن که بتونن اون وظایفشون رو طبق قانون اساسی انجام بدن، خودشون میتونن اون به اصطلاح قدرتشون رو موقتا واگذار کنن به معاونشون با به اصطلاح خبر دادن به رئیس سنا و کنگره. حالا اون یه راهشه، یکیش هم اینه که اگر معاون و به اصطلاح وزرای کابینه تصمیم بگیرن که رئیس جمهور در شرایطی نیست که بتونه این کار وظایفش انجام بده، باز از اون طریق هم میتونن به اصطلاح قدرت رو از ایشون به طور موقت بگیرن. ایشون هنوز رئیس جمهور میمونن، ولی خب وظایف رئیس جمهور میره منتقل میشه به معاونشون. در مورد انتخابات خیلی شفاف نیست تو قانون، همچین چیزی سابقه نداشته اینکه رئیس جمهور به اصطلاح مریض باشه. من فکر نکنم سابقه تاریخی داشته باشه که بخوان انتخابات رو عقب بندازن به این دلیل. همین که قطعا خیلی نکته مبهمتریه. بله، هیچ وقت در آمریکا پیش نیومده، حتی در جنگ داخلی، که انتخابات رو به تأخیر بندازن. مسئله بسیار مهمیه. شما در واشنگتن دی سی زندگی میکنید. ما با هادی نیلی همکارم هم که صحبت میکردیم، شماری از طرفداران آقای ترامپ رو در اطراف بیمارستان دیدیم. دشمنان درجه یک آقای ترامپ هم الان دارن با او ابراز همدردی میکنن. چی فکر میکنید؟ ممکنه که این فضا به نفع آقای ترامپ از نظر انتخاباتی تموم بشه؟ ببینید، به طور خب همونجور که آقای اوباما گفتن، آخرش همه به اصطلاح شهروند این مملکت هستیم و خب سلامتی رئیس جمهورم چیزیست که تقریبا فکر کنم همه خواستارش هستن، و حالا گرچه ممکنه مخالف ایشون باشن، ممکنه بعضیا به اصطلاح احساس همدردی بکنن، ولی من فکر کنم یه نکته خیلی مهم اینجا اینه که این ویروس و به اصطلاح شرایطی که ایجاد کرده و مشکلاتی که ایجاد کرده واسه افرادی که مبتلا شدن، واقعا به نوعی میشه گفت تحت تمسخر ریاست جمهوری و دولت آقای ترامپ شده. همین که اون احساس همدردی در حد سطحی شاید باشه، ولی اصولا ما میبینیم که این در واقع ثمره شاید میشه گفت بی‌احتیاطی که و عدم مسئولیت که این ادمنستریشن شاید میشه گفت انجام داده یا به وجود آورده. در نتیجه من فکر کنم اون احساس سمپاتی که شاید در حالت عادی شاید باشه، امسال یکمی کمرنگتر خواهد بود. آیا این که تأثیری خواهد داشت یا نه رو ریاست جمهوری هنوز نامعلومه، ولی فکر کنم این انتخابات انقدر انتخابات حساسیه که از دو طرف
قطعا مشارکت خیلی زیاد خواهد بود. حالا چه آقای ترامپ وضعیتش همینجوری ثابت بمونند یا بهتر بشه حالشون یا هر شرایط دیگه، همین که فکر نمی کنم که تأثیر آنچنان سنگینی داشته باشه. ولی آقای علوی، وقتی از خود آقای ترامپ پرسیدن که شما ویروس کرونا رو به هیچ گرفته بودین، خیلی براش اهمیتی قائل نبودین، حرف او این بود که من به عنوان رئیس جمهوری باید به مردم روحیه میدادم، باید در برابر مشکلات چهره قوی از خودم نشون میدادم. این چیزی نبوده که واقعا من چنین ویروسی رو دست کم گرفته باشم؟ ببینید، خب اگه بخوایم اون حرف رو قبول کنیم که ویروس بسازی ایشون رهبرن و بعد به عنوان شخص کاریزماتیک و رهبر مملکت بعد یک آرامش خاطری به وجود بیاد، خب فرضاً بگیریم که این حرف قابل قبول باشه، که شاید هم باشه، ولیکن موضوع اینه که دولت چه کاری کرده که در واقع ایالت‌ها رو و شهرداری‌ها رو آماده تر بکنه، چه کار کرده که اون میزان تستای کرونا رو یا مثلا سوپای دستکش و ماسک و غیره رو به اصطلاح تضمین کنه. همین که به اصطلاح اعضای به اصطلاح دولت ایشون به طور خیلی عادی و رایج بدون ماسک در جلوی تلویزیون ظاهر می شدن و در همین مراسم انتخاب به اصطلاح قاضی دیوان عالی هفته پیش که میگن این شاید باعث شده که این همه اشخاص در حزب جمهوری خواه مبتلا بشن، خب این خیلی به اصطلاح چیز سمبولیکیه و مهمیه، بلکه خیلی از حامیان ایشون هر کاری که ایشون بگن یا هر کاری که به اصطلاح ایشون به اصطلاح پیشنهاد بدن ممکنه پیگیری کنن و به اصطلاح اونو فالو کنن. در نتیجه وقتی ایشون بدون ماسک ظاهر میشن یا به اصطلاح اعضای دولتشون ظاهر میشن، این باعث میشه که عوام و خیلی از طرفداران ایشون این موضوع رو جدی نگیرن، کما اینکه وقتی ایشون گفته بود که مردم میتونن به اصطلاح شاید وایت اکس بخورن واسه به اصطلاح مبارزه با کرونا، چندین نفر این کارو کردن و مردن. در نتیجه خب رئیس جمهور یه نمونه میتونن باشن و میتونن مثلا یه نمادی باشن واسه اون کار که در واقع اینا رو شما نگاه کنی شاید میشه گفتش که اینو جدی نگینه. حالا طرفداران ایشون قطعا میگن که نه، حالا اون یه بحثشه، ولی در واقع ما پشت صحنه داریم کارهایی میکنیم و نمیشد اونجوری قضاوت کرد. ولی به نظر میاد که ما اگه رفتار دولت رو نگاه کنیم خیلی متفاوت بوده با رفتار دولت‌های کشورهای پیشرفته دیگه و این چیزی که ما تو آمریکا رو تلویزیون دیدیم خب قطعاً فرق می‌کنه با رهبرهای کشورهای مثلا اروپا یا ژاپن و غیره. ممنونم از فرهاد علوی، حقوقدان از واشنگتن دی سی با ما، و همینطور گفتگویی داریم در همین باره با عدل نظریان، پژوهشگر ارشد مؤسسه استراتژی بین‌المللی گلد از واشنگتن دی سی با ما. خانم نظریان، خبر خوبی برای طرفداران آقای ترامپ نیست به طبع. در این شرایط آیا اونها امیدی به بردن انتخابات دارن؟ سلام و متشکرم از دعوت شما. من فکر میکنم که هنوز امیدواری هست در بین بخش‌هایی از جمعیت. پایگاه ترامپ تا آخرین لحظه وفادار خواهند بود به او صرف نظر از اتفاقاتی که بیفته. اون بخش از جامعه همواره به او وفادار هستند، اما بخش بزرگی از جمعیت هست که هنوز تصمیم نگرفته که به کی رأی بده، و من فکر میکنم با توجه به چیزی که دارم میبینم و میشنوم که اونها شاید خیلی موافق دوباره انتخاب شدن ترامپ نباشن اونطور که ما فکر میکنیم. اگه شما نگاه کنید به اینکه شرط بندی ها و بنگاه شرط بندی چی اعلام می کنن، روزی که اعلام شد حدود ساعت 1 بامداد به وقت ساحل شرقی آمریکا که پرزیدنت ترامپ به ویروس مبتلا شده بود، شرط بندی ها بیشتر شانس رو به طور قابل ملاحظه ای به جو بایدن میدادن. اما فکر می کنم که به هر حال پایگاه و همواره و همچنان وفادار خواهند بود، و شاید به دلیل این احساس که شاید او بیماری کرونا رو به اندازه دیگر رهبران حزب اپوزیسیون خیلی جدی نگرفته بود، شاید این تا حدی به زیان کمپین او و شانس دوباره انتخاب شدن او منجر بشه. گفتید که پایگاه اجتماعی او، آقای ترامپ ویژگی هایی داشت که برای این گروه از مردم در آمریکا جاذبه داشت. اگر به دلایلی او نتونه به رقابت ها ادامه بده، آیا کسی مثل مایک پنس
اون جاذبه رو داره. فکر میکنم بزرگترین کیفیت، مهمترین کیفیت ترامپ اینه که خیلی صریح و لهجه هست، در گفتن حرفها عبایی نداره، به قولهای خودش عمل کرده، خیلی تهاجمی و جسورانه عمل میکنه و به شکل رهبران سیاسی که به اونها عادت داریم رفتار نمیکنه و این خیلی جذاب و تازه و نوآورانه هست برای طرفداران او. بنابراین فکر نمی کنم که شخص مثل مایک پنس چنین ویژگی هایی رو داشته باشه، از همین جنس باشه به عنوان یک رهبر. یک مقدار او شسترفته تر هست، یک مقدار به یک سیاستمدار سنتی تر شبیه تره. بنابراین پایگاه ترامپ لزوماً محافظه کار نیست، لیبرتریان ها هستن، افراد میانه رو در بین اونها زیاد هست، اما آقای پنس یک مقدار شاید محافظه کارتر باشه، بنابراین از این بابت شاید طرفداران کمتری رو بتونه به اردوگاهشون بیاره و فکر میکنم مردم خواهند دونست و متوجه خواهند بود که با پنس همون چیزی رو نخواهند داشت که با ترامپ داشتن. اما خب میدونن که ترامپ پنس به هر حال اگر نیاز باشه و اگر چنین موقعیت اتفاق بیفته و ترامپ نتونه به وظایف خودش عمل کنه، پنس خواهد تونست که راه او رو ادامه بده. اما واقعا من فکر نمی کنم که چنین وضعیتی اتفاق خواهد افتاد شخصا، ولی خب بله، پنس یک شخصیت خیلی متفاوتی است نسبت به ترامپ، خیلی متفاوته. من گهگداری دیدم که شما در حساب توییترتون با آقای ترامپ ابراز همراهی کردید. چقدر در وضعیتی که برای آقای ترامپ پیش اومده خود او رو و سیاست‌های او رو در زمینه کرونا مقصر و مؤثر می‌دونید؟ بله، من جایی که لازم باشه قدردانی میکنم و ستایش میکنم و جایی که لازم باشه هم انتقاد میکنم. من در مواردی از آقای ترامپ ستایش کردم و در مواردی هم منتقد او بودم، وقتی که در ارتباط با سیاست خارجیش مثلا با او اختلاف نظر داشتم. در مورد کووید و همه‌گیری کووید، او خیلی زود وارد عمل شد، به بحثی که میتونست اقدام کنه اقدام کرد. شاید میتونست یک لحظه یک مقدار مسئولانه تر عمل کنه از نظر در تابلو مثلا ماسک زدن یا اینکه از طرفدارانش بخواد که ماسک بزنن در اماکن عمومی، ولی فکر چون به هر حال یک الگو هست و الگوی اونها هست، رهبر هست، باید میتونست تاکید بیشتری در این زمینه داشته باشه. البته اینم بگیم، گزارشی بود که میگفتش که اون ابتدا ماسک خیلی تأثیری نداره یا اصلا تأثیری نداره. بنابراین اگر در این زمینه بیشتر فعال می بود شاید تعداد موارد کمتر میشد. و خب شاید شدت حملاتی که از جناح چپ داره به او میشه بابت این قضیه ماسک کمتر میشد. اما در کل فکر میکنم که او عملکرد خیلی خوبی داشته در این شرایط بی سابقه ای که داخلش بودیم در ارتباط با این همگیری. و باید اضافه هم کنم که من تعجبی نمی کنم و خیلی هم مایوس شدم از این که از این سطح بغض و نفرتی که از جانب دموکرات ها و حتی بعضی جمهوری خواب ابراز شده، بعضی ها ابراز علاقمندی کردن یا آرزو کردن که پرزیدنت ترامپ بمیره بر اساس این بیماری. شخصیت های دیگری مثل فرماندار کریس کریستی از نیوجرسی و شخصیت های دیگری، چه دموکرات چه جمهوری خواه، آزمایش کرونا اینها مثبت از آب در اومده. من فکر نمی کنم که واقعا آرزوی مرگ کردن برای چنین افرادی از هر جنایی که باشن کار برازنده و شایسته ای باشه. ممنونم از عادل نظریان، پژوهشگر ارشد مؤسسه استراتژی بین المللی گلد از شهر واشنگتن دی سی با ما.
اما کرونا که گریبان آمریکا رو گرفته، گریبان ایران رو هم رها نکرده. در ایران برای مقابله با شیوع کرونا مراکز آموزشی و مذهبی و بسیاری از فعالیت‌های تجاری در استان تهران به مدت یک هفته تعطیل شدند. دولت ایران هم برای کسانی که مقررات بهداشتی را رعایت نکنند اقدامات تنبیهی در نظر گرفته، از جمله جریمه نقدی، اخراج موقت و پلمبه مغازه. آمار ابتلا به کرونا در ایران بعد از مراسم محرم بالا رفته و اکثر استان‌ها در وضعیت قرمز هستند. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. اینجا باید یک جریمه شدید برای کسی مقرر کنیم که فهمیده او مبتلا به این بیماری است و دستوری که بهش داده شده برای 14 روز مراد نکرده. صحبت‌های رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد مقابله با کرونا و تهدید به برخورد با متخلفان، کسانی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، از جریمه نقدی تا اخراج موقت و پلمب مغازه‌ها. تکلیف را مشخص کردیم. اگر یک کارمند اداری مراعات نکرد چه اقدامی باید بشه؟ قبلا مشخص کردیم، از تذکر گرفته تا زمانی که از انفصال نمیدونم یک سال خدمت و اینا هم در حد بالا پیش بینی کردیم. دوم، اصناف و اونایی که خدمت میدن خودشون باید مراعات بکنن. اگه خودشون مراعات نکردن اینجا باید بهشون برخورد شه. برخوردش هم دیگه اون تذکره و در نهایت هم اگه مراعات نکرد پلمب. علیرضا زالی رئیس ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران گفت وضعیت در پایتخت ایران کاملا بحرانی است و درخواست تعطیلی عمومی یک هفته ای کرد. درخواستی که اجابت شد. استانداری تهران اعلام کرد به مدت یک هفته فعالیت تمام مراکز آموزشی، مساجد، تالارها، کافه ها و قهوه خانه ها ممنوع است. تعداد تلفات کرونا در ایران هفته هاست که سررقمی است. بیشتر استانها در وضعیت قرمز هستند. حسن روحانی اما راهکار را مسئولیت پذیری بیشتر مردم می داند و در صحبتهای امروزش حرفی از تصمیمات دولت در این مدت به میان نیاورد. اقداماتی مانند بازگشایی مدارس و برگزاری مراسم محرم. مینو مهرز عضو ستاد مقابله با کرونا اما در مصاحبه ای از بازگشایی مدارس انتقاد کرد و گفت به دلیل اینکه همه به امکاناتی مانند اینترنت دسترسی ندارند، آموزش باید مثل دوران جنگ ایران و عراق از طریق برنامه‌های تلویزیونی باشد. هنوزم به نظر من باز دوباره باید ببندن مدارس رو، برای اینکه لازم نیست که ما که نداریم سیستم زوم و سیستم‌های خیلی پیشرفته اینترنتی، اینترنت با سرعت کامل که بتونیم همه رو اینترنت دست بدیم. در دهات که اینترنت وجود نداره، اصلا گوشی هوشمند وجود نداره. رئیس جمهوری ایران بارها با هر تعطیلی مخالفت کرده و بازگشت محدودیت ها را هدف دشمن خوانده. با آنکه برگزاری تجمع های پر جمعیت در بسیاری از کشورهای دنیا تعطیل است، ایران امسال مراسم محرم را برگزار کرد، برخلاف هشدار برخی از کارشناسان و مقام‌های پزشکی. مراسمی که حاکمیت یک پارچه از برگزاریان حمایت کرد. این حرف‌های حسن روحانی است حدود دو ماه پیش. ما عزاداری همه جا عزاداری امام حسین رو باید انجام بدیم. تو روستا، شهر، اون جایی که ما میگیم وضعیت قرمز، زرد، نمیدونم چیه، هشدار، هر چی که هست، همه جا باید عزاداری امام حسین رو انجام بدیم. با اینکه حاکمیت و رسانه‌های حکومتی تلاش کردن نشان دهند مراسم با رعایت پروتکل‌ها برگزار می‌شود، در بسیاری از تصاویر نشانی از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی نیست. مدتی پس از برگزاری این مجالس، آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران به شدت بالا رفت و روزانه حدود 200 نفر جانشان را از دست دادند. رسانه‌های ایران اما از همان زمان تلاش کردند بگویند افرادی که به سفر می‌روند در شروع موج سوم نقش بیشتری داشتند تا عزاداران. وضعیت بعد از محرم چنان وخیم شده که امروز رئیس جمهوری ایران اعلام کرد از مراسم اربعین امسال خبری نیست. او همچنین از مردم خواست تا به مرزهای عراق برای رفتن به کربلا مراجعه نکنند. هیچ رفت و آمدی برای راهپیمایی در عراق وجود نداره. مرزهای کشور به طور کامل بسته. تصمیمی که دولت برای مراسم اربعین گرفت، اگر برای مراسم محرم گرفته بود، آمار جانباختگان شاید هزاران نفر کمتر می بود. سیاستی که اکثر کشورها برای مقابله با کرونا اعمال کردند. لغو مراسم پر جمعیت و تجمع‌های غیر ضروری.
پرهام قبادی، بی بی سی. معاون رضایی محقق و استاد دانشگاه برندایس ایالت ماساچوست آمریکا از بوستون با ما هستن. آقای رضایی، قرنطینه در تهران در شرایط فعلی به شکلی که اعلام شد راه حله؟ با سلام به بیننده های فارسی زبونتون، من به قرنطینه مثل یک بازی بسکتبال نگاه میکنم. بازی بسکتبال بازی که ایرانی باش آشنا هستن و چندین تایم آت داره و قبلا تو این بازی تایم آت طولانی ما داشتیم اوایل امسال و این دومین تایم آت هست. مثلا اینجاست که تو تایم آت اول که برای قرنطینه رو گذاشتن، انتظار این بود که این مربی خوب تیم بسکتبال بیاد به وضعیت تیمش نگاه کنه و ببینه که عملکرد تیم چطور بوده و چه راه کردی باید رو به جلو داشته باشه. متاسفانه به جای اینکه بپذیرن که شرایط بحرانی و هر آن لغزنده هست و میتونه برگرده به بحران، مثل این بازیگره هستن که خیلی از خودشون متشکرن و میان توی تایم آت فقط آب معدنی میخورن و سلفی میگیرن و برمیگردن به قول فرنگی و بیزنس از یوژوال تو زمین، همون بازی رو ادامه میدن. این اتفاق افتاده. مسئله اینجاست که باید مطمئن بشیم که این دفعه این اتفاق دوباره تکرار نخواهد شد و تضمین به این صورت باید باشه که چی آموختیم. ببینید، ایران نه، یک اشکال بزرگی که داره به جای اعتماد به اونچه که علم و متخصصین بهداشت سلامت توی دنیا دارن میگن، دنبال میانبر میگرده. متاسفانه با تکیه با شرکای شرقیش مثل روسیه و چین، ایران فکر میکنه که درمان یا واکسن به زودی در اختیار امروز و فردا و نه تنها در اختیار هست، بلکه ایران تو صف اولی که حتما این رو بگیره و در اختیار 80 میلیون جمعیت بگذاره، بدون این که اصلا در نظر داشته باشه که حتی اگر واکسنی هم وجود داشته باشه که مطابق پیشبینی های علمی تا بهار تابستون سال 2021 هیچ واکسن در تولید انبوه به دنیا نخواهد رسید، توی 6 میلیارد تقاضا برای این واکسن من فکر نمی‌کنم ایران اولین کشور دنیا باشه. بنابراین با واقع‌بینی به این که راه حل میانبری وجود نداره، به نظر من بجز درایت و نگاه کردن به اینکه چه چیزی اشتباه بود و نباید تکرار بشه و چه چیزی کمی کار کرد که تقویت بشه، هیچ چاره دیگه وجود نداره. نکته دومی که ایران دچار توهمه اینه که وزارت بهداشت و درمان ایران متولی مسئله کرونا است و توانایی اینو داره که مسئله کنترل کنه. از طرفی وزارت بهداشت هم توی توهمه که اگه به ما منابع مالی رو بدید ما میتونیم اینو کنترل کنیم. در صورتی که من میتونم از جانب وزارت بهداشت به دولت بگم که من خیلی راضی ترم که شما به امر پیشگیری بپردازید و این همه مریض کرونایی رو تحمیل سیستم خسته و ناتوان بهداشت و درمان نکنید و هیچ پولی هم به من ندید. یعنی مسئله این نیستش که اگر اینها بپذیرن که یک بودجه رو به وزارت بهداشت و درمان بدن، اون میتونه کنفیکون کنه و این مسئله رو حل کنه. ببین، شما یه برنامه یه 15-20 دقیقه رو سپردید به این که رئیس جمهور آمریکا، رهبر قدرتمندترین کشور و اقتصاد دنیا، راهی ممکنه برای درمان نداشته باشه. اگر این شخص راهی نداره، وزارت بهداشت درمان ایران مطمئنن راهی برای درمان مردم نداره. تنها روش پیشگیریه. پیشگیری خب، همین پیشگیری، در زمینه پیشگیری اینا الان دوباره اومدن تهران رو یک هفته قرنطینه کردن. سلمانی ها، آرایشگاه زنانه، باشگاه ورزشی، مساجد، چه میدونم کافه ها، همه اینا رو بستن. آیا عملی هست با توجه به تجربه قبلی که ما از قرنطینه نسبی داشتیم؟ ببینید جمال، مسئله اینجاست که شما توی شرایطی تله افتادید، همه دنیا توی تله افتاده و باید یک تعادلی بین زمین خوردن اقتصاد و سلامت مردم ایجاد کنه. برای ایجاد این تعادل شما نیاز به فکر و اتاق فکر خیلی خیلی دقیق دارید. فعالیت‌های اقتصادی توی ایران و همه جای دنیا هست
که دفتر حساب‌های ملی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی با روش‌های اقتصادی داده و ستانده و روش‌های متفاوت دیگه میتونه به شما بگه که اهمیت اقتصادیشون اونقدر زیاد نیست با توجه به اینکه افزایش بار بیماری داره که ما اینا رو ببندیم. بله. اینا مشخصه. یعنی تالارهای تجمع، ورزشگاه ها و مراسم مذهبی و شادی و عزا و اینها، اینا یه چیزاییه که هیچ در واقع کمکی به بهبود شرایط اقتصادی نمیکنه و اینا رو دولت باید بدون تعارف تعطیل بکنه. یه عده از اشخاص هستن که به واسطه این بیزنس ها متضرر میشن و خب طبیعتاً دولت باید بهشون کمک بکنه. از طرفی متخصصای حمل و نقل و برنامه ریزی شهری میتونن روش‌های از حمل و نقل رو نوبت‌بندی کنن، به صورتی برنامه ریزی کنن که این سرایت بیماری رو به حداقل برسونن. بله. نکته دومی که ایران باید روش تکیه بکنه اینه که باید در دسترس بذاره مراکز شهری تست رو برای اشخاص که مثلا ایرلاین ها بتونن به راحتی و با اطمینان فعالیت بکنن و بگن که خیلی خب شما اگه بلیتتون رو خریدید برای روز پروازتون باید تا تاریخ حداقل 2 یا 3 روز قبلش یک تست منفی کرونا داشته باشید وگرنه نمیتونه هواپیما سوارتون بکنه. برای انجام این کارهای آسون دولت تقریبا 6 ماه وقت داشت، ولی ترجیح داد که به جای اون به این امیدهای واهی که روسیه داره به ما واکسن میده و خودمون داریم تو واکسن اختراع میکنیم و اینا، و الان پاییز داره شروع میشه، زمستون داره شروع میشه و همه دوباره مستعجل هستن. متشکرم. یعنی ایران میگه که خب چرا نمیبندید ورزشگاه ها و نمیدونم تالار ها رو، میگن خب مردم نیاز به شادی دارن. من فکر میکنم شما بهترین شادی که میتونید مردم ایران بگید که ناراحتشون نکنید. بسیار. اگه مردم به حال خودشون رها کنید و بهشون بگید که به ما اطمینان کنید، ما مراقب سلامت زندگی شما هستیم، مردم شاد خواهند بود. اینا بهانه است. یعنی باز کردن این مراسم جمعی عزا و نمیدونم شادی و اینها اصلا خطرناکه. من نمیدونم. ممنونم. بله، ممنونم از معاون رضوی، محقق و استاد دانشگاه براندایس از بوستون آمریکا با ما. سخنان دیروز امام جمعه اصفهان خطاب به رئیس پلیس این استان با نگرانی و اعتراض طیف‌های مختلفی از افکار عمومی ایرانیان مواجه شده. یوسف طباطبایی نژاد در دیدار با رئیس پلیس اصفهان خواستار ناامن‌سازی جامعه برای افراد به گفته او بدحجاب شده بود. گفته‌هایی برای بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی خاطره تلخ اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای 7 سال پیش در اصفهان را زنده کرد. حالا دامنه انتقادها از امام جمعه اصفهان به مسئولان دولتی و روحانیون منتقد هم کشیده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. وقتی به بحث حجاب می‌رسد، ایرانیان همیشه ناراضی‌اند. یا از حجاب اجباری یا از بدحجابی. چرا خلاف کردی؟ امام جمعه اصفهان یکی از این ناراضیان است. یوسف طباطبایی نژاد معتقد است با بدحجاب ها برخورد نمی شود. صحبت های دیروزش این بود که نگذارید بدحجاب ها با خیالی آسوده در خیابان بگردند. باید فضای جامعه را برای این عده که تعداد آنها هم کم است ناامن کرد و نباید اجازه داد به راحتی بیایند و در خیابان ها و پارک ها هنجار شکنی کنند. اخیراً آقای طباطبایی، خیلی ها حتی بعضی از روحانیون همدل با حکومت نگران شدند که این حرف ها ممکن است به اتفاقات ناگوار منجر شود. بله، من از بدحجابی دفاع نمی کنم، اما برای اونها جامعه رو ناامن کنیم چه اتفاقی می افتد؟ معاون وزیر ارتباطات که موضوع رسما در حوزه کارش نیست با انتشار این عکس چنین نوشت: برای جلوگیری از تکرار فاجعه‌ای مشابه اسیدپاشی‌های گذشته، آقای امام جمعه وظیفه دارند صراحتاً اعلام کنند که منظورشون از ناامنی چیست و مشمول حمله فیزیکی و اسیدپاشی و غیره نیست. صورتم داشت سوختن رو تجربه می‌کرد و من. این زن مرضیه ابراهیمی است، دختری که 7 سال پیش در اصفهان و در بهبهه تبلیغات حکومت علیه بدحجابی هدف اسیدپاشی قرار گرفت. اسیدپاش‌ها هرگز شناسایی و دستگیر نشدند. یوسف طباطبایی نژاد هم آنها را محکوم نکرد. ولی مرضیه ابراهیمی الهام بخش زنان و مردانی شد که میکوشند نگذارند ناملایمات زندگی و ظلم دیگران بر آنها غلبه کند. عدد کمه. ولی یوسف طباطبایی نژاد الهام بخش آنهایی است که میخواهند کسانی را که بدحجاب میخوانند از اصفهان برانند. اصفهان از جمله شهرهایی است که روی یک گسل فرهنگی به نام حجاب واقع شده. حامیان حجاب اجباری در اصفهان حضور فعالی دارند.
اینجا یک مراسم را تحت عنوان حمل تابوت بدحجابی به راه انداختند. آیا یوسف طباطبایی نژاد منظورش این بود که این قبیل حامیان حجاب اجباری بروند و به صورت زنانی که حجاب کامل ندارند اسید بپاشند؟ قانون شکنان را صحبت‌های او درباره ناامن کردن فضا برای بدحجاب‌ها از تریبون نماز جمعه نبود. در این اتاق خطاب به رئیس پلیس اصفهان که او را تشویق به بازداشت و تشکیل پرونده برای زنانی کرد که از نظر او حجاب کامل ندارند. کاری که نیروی انتظامی در اصفهان آنگونه که در این ویدیو دیده می شود انجام داده است، ولی ظاهرا نه در حدی که یوسف طباطبایی نژاد را راضی کند. تو چرا؟ او قبلا هم از تریبون نماز جمعه قشر سنتی اصفهان را فرا خواند تا در خیابان به گفته او به بدحجاب ها تذکر دهند، ولی نه در حد کتک کاری. من به فلان خانم گفتم روبرون وایستاد، خب تو هم وایست روبروش. نمیگم در حد کتک کاری، ولی در حل گفتن. از این قبیل صحبت ها و تندتر از آن از زبان امامان جمعه و روحانیون ایرانی در 41 سال گذشته زیاد دیده و شنیده شده. خانومای بی حجاب، زناکاران، ظالمان، تشنگی این مملکت گردن شماست، تشنگی حیوانات گردن شماست. جریان اقتصاد ما از ساپورت پوشی زنها و دخترها صدمه می‌بیند و ساپورت پوشی این دختر لاابالی و اون زن لاابالی و بیباک و بی حجابی اون زن بیباک باعث می شود که ما تو اقتصاد مشکل پیدا کنیم. این صحبت ها عرصه را بر طرفداران حجاب اختیاری تنگ کرده، ولی هرگز نتوانسته طرفداران حجاب اجباری را هم راضی کند. دو هفته پیش تلویزیون ایران در حرکتی کم سابقه گفته های یک پژوهشگر دینی را پخش کرد که گفت پروژه حجاب اجباری شکست خورده و جمهوری اسلامی روزی تن به لغو آن خواهد داد. آیا ما شرعاً و عقلاً می توانیم این روند را ادامه بدیم؟ به نظر من نه، نمیشه ادامه داد از منظر منطق عقلی و منطق شرعی. شاید این حرفا باعث شود روزی حجاب اجباری در جمهوری اسلامی لغو شود. شاید هم این اتفاق نیفتد و یوسف طباطبایی نژاد و دیگر امام جمعه ها همچنان جامعه ایران را به سمت دو قطبی شدن بیشتر پیش ببرند. سیاوش اردلان، بی بی سی. بشنویم از واکنش سهیلا جورکش، یکی از قربانیان اسیدپاشی 7 سال پیش در اصفهان به اظهارات تازه امام جمعه این شهر. اون افرادی که چنین تفکراتی رو داشتن و دارند و دست به چنین ظلم هایی میزنن، این رو باید بدونن که هر ظلمی، هر تعصبی به خاطر ذهنه. من درخواست و آرزوی آگاهی دارم برای تمام افرادی که به خاطر تعصبات، به خاطر افکارشون به دیگران آسیب میزنن، و باید بدونیم که هر آسیبی که به هر کسی زدیم اون آسیب رو به خودمون زدیم. به نظر من بینایی چشم بسیار اهمیت داره. من بینایی چشمانم رو از دست دادم و در سن جوونی باید با سختی زندگی کنم، هرچند من بسیار امیدوارم و ایمان دارم که به لطف خداوند میتونم بینایی رو به دست بیارم. من از جا بلند شدم. من در تاریکی شمعی روشن میکنم و نوری هستم بر تاریکی ها، و آرزو میکنم که نور در دل همه انسان ها باشه و دیگه شاهد چنین اتفاقهایی نباشیم، دیگه شاهد ظلم نباشیم و در دنیا صلح، عشق، محبت دنیا رو فرا بگیره و در دل همه انسان ها عشق باشه. سهیلا جورکش بود، یکی از قربانیان اسیدپاشی 7 سال پیش در اصفهان. اعظم جنگروی، فعال حقوق زنان، هم از تورنتو کانادا با ماست. خانم جنگروی، شما هم تجربه تلخی داشتید از آنچه که در مورد فعالان حقوق زن، خصوصا کسانی که در زمینه حجاب اجباری فعالیت می‌کردند، پیش اومد. چقدر این ناامن شدن فضا زندگی افراد رو تحت تأثیر خودش قرار میده؟ به طبع این صحبت های ایشون طیف وسیع از زنان جامعه ما رو در خطر میذاره. 6 سال پیش
در مهرماه 93 وقتی که یکی از ائمه‌های اصفهان که موقعیتی شبیه به امام جمعه فعلی اصفهان رو داشت گفت باید با بدحجابان برخورد بشه، بعد چند هفته چند موتور سوار اقدام به اسیدپاشی کردند که آمارشون به 18 نفر هم رسید که تا این لحظه عوامل این اسیدپاشی اعلام نشدن. با توجه به این جایگاهی که این فرد داره و شبکه‌های مذهبی که سابقه اقدام خودسرانه علیه زنان رو دارن، این طور صحبت‌ها به اونا این امنیت خاطر و پشتیبانی رو میده و برای زنان فضا رو سنگین میکنه. چون اگه در خاطرتون باشه همون سالها پس از اسیدپاشی بسیاری از زنان در اصفهان از خونه بیرون نمی اومدن و ترسیده بودن. الان تکرار چنین اظهاراتی از امام جمعه اصفهان فضا رو دوباره سنگین میکنه. نکته دومی که میشه بهش اشاره کرد، با وجود اینکه 6 سال از این موضوع میگذره، حکومت نه تنها عواملش رو معرفی نکرده، بلکه کماکان داره همون حرفا رو تکرار میکنه و این نشون میده که اون رنجی که زنان محتمل شدن برای این امام جمعه هیچ اهمیتی نداشته و نداره و دوباره همون حرفا رو داره تکرار میکنه. خود این موضوع نشون دهنده اینه که زنانی که میخوان پوشش متفاوتی داشته باشن و تن به این قوانین زن ستیزانه نمیدن در معرض آسیب هستن و هیچ پشتیبانی ندارن. چه یه شهروند عادی که ممکن روسریش تو خیابون از سرش افتاده باشه و در حال حرکت باشه، چه کسانی مثل دختران خیابون انقلاب که نماد مبارزه با حجاب اجباری هست. حتی ما در روزهای گذشته تو توییتر هم دیدیم که مثلا چند تا دختر اومدن نوشتن که نیروی انتظامی اونا رو احضار کرده و تصاویر بدون حجابشون دست تفاوت شخصیشون رو توسط مأمور نیروی انتظامی پاک شده. خود این نشون میده که حکومت هیچ حد و مرزی در مورد این موضوع قائل نیست و خودشو محقی میدونه که در تمام وجوه زندگی شهروندان دخالت کنه و هیچ وقت هم پاسخگو نباشه. کما اینکه امام جمعه اصفهان هم همین گونه که گفته ما باید فضا رو برای بدحجابان ناامن کنیم و نگران اینکه کشورهای خارجی چی میگن نباشه. صحیح. شما به 6 سال قبل اشاره کردید، در 40-41 سال اخیر هم کم و بیش همین داستان بوده. این که الان دوباره این موضوع گفته میشه، آیا واکنشی است به فعالیت‌هایی که شروع شده، فعالیت‌هایی که اوج گرفته در زمینه مبارزه با حجاب اجباری؟ خب بله، مسلما ما در این 1-2 سال اخیر شاهد این بودیم که دیگه تابوها شکسته شده و زنان دیگه نمیترسن و طیف دیگه چند تا دختر نیستن، مثل 2 سال پیش نیستش که مثلا چند تا دختر به حجاب اجباری اعتراض کنن یا یه جنبش خاصی باشه. ما در حال حاضر شاهد این هستیم که در کشور طیف وسیعی از زنان در حال مبارزه با این قانون‌ها و این الزام‌ها هستن و دیگه مخالف حجاب اجباری هستن و حکومت ترسیده. به تبع دوباره یه شرایط سخت و یه فشار سنگین رو میخوان به زنان وارد بکنن که همیشه هم زنان قربانی این داستان ها هستن. ممنونم از اعظم جنگروی، فعال حقوق زنان از تورنتو کانادا با ما. و همینطور گفتگویی داریم با صدیقه وسمقی، استاد فقه حقوق اسلامی از تهران با ما. خانم وسمقی، ناامن کردن فضا برای زنانی که به حجاب مطابق با معیارهای حکومت اعتقاد ندارند مبنای قانونی یا شرعی داره؟ با عرض سلام، اولین نکته ای که من بسیار مهم میدونم در اینجا عرض بکنم اینه که کسانی که دارای مسئولیت هستند مثل امامان جمعه در چنین جایگاهی میان و سخن از این میگن که باید جامعه فضاش ناامن بشه، این یک کار مجرمانه است. خود این نه سخن گفتن و خواستار ناامن شدن فضای جامعه یک کار مجرمان است. ما اگر دستگاه قضایی مستقل داشتیم حتما باید با این افراد برخورد می شد. و اما اینکه این چه جایگاه و چه خواستگاهی داره، ببینید اگر اول انقلاب روی اعتقاد چنین حرفایی می زنن یا خواستار برخورد با بی‌حجابان و بدحجابان میشن، اما الان
من شخصا چنین چیزی رو نمیپذیرم. من خواستگاه چنین سخنانی رو از کسی هر مسئولی دارم. درمانی میدونم و حراس از شکست. ببینید مبارزه با حجاب اجباری امروز به یک مقاومت مدنی، به یک نافرمانی مدنی تبدیل شده. و این همه میدونن به هر حال دیگه از لحاظ شرعی هم نه تنها اصل این حجاب سختگیرانه‌ای که جمهوری اسلامی مطرح میکنه، بلکه به ویژه تحمیل اون و اجبار کردن و الزام کردنش هیچ پایگاه شرعی نداره. در درون حکومت هم خود به هر حال افراد این رو میدونن و بهش اذعان میکنن. اما ما با حاکمانی روبرو هستیم که از نرمش در برابر مردم روی برمیتابند، از تغییر سیاست‌های غلطشون میترسن و اون رو شکست خودشون تلقی میکنن، در حالی که به نظر من از لوازم حکومت عادلانه و حکمرانی عادلانه این استش که سیاست‌های غلط رو باید کنار بذارن، یک به هر حال حکومت عادل و عدالت‌خواه سیاست‌های غلطش رو کنار میذاره، در برابر خواست مردم نرمش نشون میده، اونجایی که منافع ملی اقتضا میکنه نرمش نشون میده، از سیاست‌های نادرست دست برمی‌داره. ولی ما میبینیم که اینطور نیست. یکی از این سیاست‌های غلط حجاب اجباری است. خانم بسمتی، خب تا حالا اگر از نظر شما اینقدر این اظهار نظرهای نادرستیه که حتی قابل پیگرده، چرا نهادهایی که متولی قانون و شریعت هستن خیلی حرفی در این باره نمیزن؟ آقای طباطبایی نژاد، آقای امام جمعه، ایشون نماینده بوده، ایشون عضو مجلس خبرگان بوده، فکر میکنم همین الان هم عضو شورای فرهنگ عمومی استان اصفهانه، یعنی آدم کم اطلاع و به دور از فضا و نبض جامعه نیست. منظورتون اینه که کی باید با ایشون برخورد کنه؟ خب معلومه، به هر حال اگر عرض کردم اگر دستگاه قضایی مستقل داشتیم، اگر به هر حال حکومتی داشتیم که طرفدار عدالت و خواست مردم بود، حتما با ایشون برخورد میکرد. خب صرف نظر از نهادهای رسمی، مثلا خیلی از کسانی که در حوزه‌های علمی هستن، روحانیون مستقل، کسانی که قائل به این اظهار میتونن اظهار نظر بکنن در این زمینه، با صدای بلندی که ما شنیده باشیم از اونها ندیدیم چنین واکنشی رو. این همه محافظه کاری باعث شده که کشور ما امروز به اینجا برسه که حتی کسانی که دوستدار اسلامن، خب امروز دیگه دارن میبینن چیزی از اسلامیت باقی نمونده، وجهه ای آبرویی برای اسلام اینها نذاشتن. خب حوزه علمیه وظیفه داره وقتی که چنین حرفایی زده میشه که هیچ جایگاه و پایگاه شرعی نداره، باید فریاد بزنن بر سر چنین کسانی که به هر حال شریعت و دین و همه چیز رو اینها زیر سوال بردن، امنیت کشور رو امروز دارن مختل میکنن و خب مسئولیت دارن متاسفانه. اما افراد مستقل وظیفه دارن که اعتراض بکنن و اجازه ندن که این افراد تند رو که واقعا نمیدونم، حالا نمیخوام در اینجا حرف توهین‌آمیزی بزنم، که واقعا نابخردانه سخن میگن، نباید اجازه داد که جو جامعه در دست اینها قرار بگیره و اینها بتونن افرادی رو تحریک بکنن علیه امنیت کشور. این سخن بسیار خطرناکی است که اینها میزنن، چون امنیت کشور ما امروز به اندازه کافی مورد تهدید هست. بله، متشکرم، سپاسگزارم از صدیقه وسمقی، استاد فقه و حقوق اسلامی از تهران با ما.
در لیگ قهرمانان آسیا پرسپولیس تهران در یک مسابقه نفسگیر النصر عربستان را در ضربات پنالتی شکست داد و به فینال رسید. پرسپولیس بعد از اینکه از حریف عقب افتاد در اواخر نیمه اول با گل مهدی عبدی بازی رو مساوی کرد. وقت قانونی و وقت اضافه با همین نتیجه 1-1 به پایان رسید، ولی قرمزهای تهران که در وقت اضافه احسان پهلوان را هم به علت دو اخطاره شدن از دست داده بودند، هر 5 پنالتیشان را گل کردند تا یک پایه فینال آسیا شوند. پوریا جعفری همکارم از آلیکانته اسپانیا با ماست. پوریا، بازی نفسگیر بود، لحظاتی وقتی که پنالتی گل شد از طرف النصر خیلی ها امیدشون از دست دادن، فکر کردن در شرایط بدی قرار گرفت پرسپولیس، ولی خب جبران کرد. جوان، من برمیگردم به قبل از مسابقه و خبر محرومیت عیسی آلکثیر که فقط 2 ساعت قبل از مسابقه اومد. یعنی کلا راجع به احساسات اگه که داری صحبت میکنی، فکر میکنم تو این 4-5 ساعت گذشته تمامی احساسات ممکن رو طرفدارای پرسپولیس تجربه کردن، از خشم گرفته تا شک، ترس، اضطراب، شور، هیجان، شعف و در نهایتش غروری که به خاطر برد اتفاق افتاد. فکر میکنم خیلی حالا انقدر آدرنالین تو بدنشون ترشح شده که امشب رو واقعا سخت بتونن بخوابن، ولی در نهایت پرسپولیس تونست جبران بکنه. یک نفر اگه بخوایم اینجا راجبش صحبت بکنیم، یحیی گل محمدیه که با وجود تمام شرایط مختلفی که در طول این 3 هفته پیش اومد واسه پرسپولیس، به خصوص مسابقه امروز، در نهایت تونست جوری تیم رو هدایت بکنه که به فینال مسابقه ها برسه. فراموش نکنید که پرسپولیس تا به حال قهرمان آسیا نشده و این بهترین شانسی هستش وقتی که مسابقه به صورت تک بازی داره انجام میشه در این سال کرونا، برای اینکه بتونن در آسیا قهرمان بشن. امشب شبی هستش که خیلی سخت میخوان هواداره پرسپولیس. در ادامه احساساتی که فهرست کردی، شادی رو هم باید اضافه بکنیم و شعف رو که طرفداران پرسپولیس حتما دارن. کار پرسپولیس راحته فکر میکنی برای کسب این عنوانی که گفتی هیچ وقت نداشته؟ فکر میکنم با توجه به اینکه الان مدت زمان زیادی رو خواهد داشت تا وقتی که فینالیست دیگه در شرق آسیا مشخص بشه، بله، به خاطر اینکه همین الان که داریم صحبت میکنیم مرحله غرب به پایان رسید، قهرمان منطقه غرب آسیا پرسپولیس، ولی تو شرق آسیا حتی بعضی از تیم‌های چینی یه دونه مسابقه رو انجام ندادن، مراحل گروهیشون انجام نشده. واقعا فکر می‌کنم که AFC سردرد خیلی بزرگی داره برای اینکه ببینم اون مسابقه‌ها رو چطوری می‌خواد انجام بده و طول می‌کشه توی یک پروسه بسیار خسته کننده و فشرده که یک تیمی بیاد جلوی پرسپولیس قرار بگیره. البته سخت‌ترین قسمت داستان 2 سال پیش هم پرسپولیس به فینال رسید، ولی اون موقع به صورت رفت و برگشتی بود. توی بازی رفت در ژاپن به کاشیما باخت، تو تهران نتونست جبران بکنه. شاید این بار این مسئله که تک مسابقه است و این تیم فعلی تونسته با این مسابقه خودش رو وقف بده کمکشون بکنه. در ضمن به نظر میرسه با تمام اتفاقایی که امروز افتاد، احتمالاً کسایی که دارن این صحبت گوش میکنن میدونن که راجع به محرومیت عیسی آلکثیر داریم صحبت میکنیم، احتمال میره که مدارک کافی وجود داشته باشه، کسایی هستن که انگلیسی بهتری بلدن، میتونن چند صفحه مدرک‌ها اینا رو جور بکنن بفرستن به کنفدراسیون فوتبال آسیا و اگر اونجا توجیه نشودن برن به فیفا یا دادگاه عالی ورزش که محرومیت این بازیکن واقعا شایسته کم بشه، حداقل بتونه در فینالی که با شرق آسیا هست شرکت داشته باشه. ممنونم از پوریا جعفری همکارم در آلیکانته اسپانیا با ما، ضمناً خیلی هم بهت خوش بگذره. و ممنونم از شما که این برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. سپاسگزارم.